میخواستم شاسی گوجه رو بسازم و یه سری کارهای دیگه، دیدم لوله خمکن ندارم. توی سایت هم که دنبال لوله خمکن گشتم با قیمتهای عجیب و غریبی روبرو شدم که الان ارزش نداشت انقدر برای اون لوله خمکن هزینه کنم. پس تصمیم گرفتم با یه پمپ هیدرولیک یه لوله خمکن هیدرولیک بسازم. گفتم ویدیوش هم برای شما بذارم، شاید شما هم خواستید همچین حرکتی بزنید و یه لوله خمکن بسازید. خب اول از همه که به پمپ هیدرولیک احتیاج داریم و باید سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید چون اینجا همیشه چیزی برای یاد گرفتن هست. بریم بقیه چیزا رو ببینیم چی ها گرفتم براش. خب میخوام با کمترین قیمتی که میشه این لوله خمکن رو درست کنم. پمپ هیدرولیک 6 تنه گرفتم به 900 هزار تومان تقریبا و رفتم یه سری آهن دست دوم خریدم. همه این آهنهای دست دوم شد 310 هزار تومان که البته همش هم استفاده نمیشه. خب حالا آهنها که دست دوه اول باید اندازه بزنیم ببریم و ترتمیزشون کنیم که بشه شروع کنی و جوشکاری کنی. اول از همه به یه ناودونی احتیاج داریم که صاف و صوفش کنیم. بعدش به دو تا تیکه نبشی احتیاج داریم. خب حالا این دو تا آهن دست دوم رو باید ببریم و به آهن درست حسابی تبدیلش کنیم، زنگ و رنگ و همه رو ببریم. روش‌های خیلی مختلفی هم میشه ساخت، ولی الان من دیگه این آهنا رو با این اندازه اوکی کردم که این دوتا رو میذاریم بغل این که این قسمت لبه داشته باشه و الان این قسمت ها و این قسمت پایین رو جوش میدیم. کاری الان فعلا به اون قسمت نداریم. خب این جوشکاری و تمیزکاریش تموم شد و گفتم اینجاهاشو خالی نگه دارید. حالا برای چی بود؟ به خاطر اینکه وقتی پمپ هیدرولیک میاد روش، لوله ما رو پمپ هیدرولیک باید خم کنه، ولی باید دو تا بازو داشته باشیم که بغلای لوله رو صفر بگیره. پس من از قوطی 4x2 استفاده کردم. میتونید از قوطی دیگه هم استفاده کنید، ولی من 4x2 رو میخوام به این حالت بذارم که بیشترین فشار رو تحمل کنه. با اندازه‌ای که گرفتم روی این ناودونی و این پمپی که من دارم 25 سانت کافی بود. ببریم دو تا بزنیم اینجا، بالاش هم ببندیم. اشتباه کردم. من 25 که گرفتم اشتباهی از اینجا گرفتم و اصلا یادم، من فکر کنم پایین گرفتم، من بریدم ولی کوتاه. خب الان اوکی شد، خیلی راحت زاویه 90 شو میکنیم از دو طرف و جوششو میدیم. خب بعد از این جوشا موقع چیه؟ موقع مهاره. یه مهار هم این بالا باید براش جوش بدیم که قشنگ بتونه تحمل کنه اون فشاری که پمپو میخواد بیاره اون لوله رو خم کنه. خب حالا چارچوبمون کلن آماده شد. الان که جک بیاد اینجا باید یه چیزی باشه که لوله رو بگیره، چه از این بغل چه از وسط. برای بغل ها میخوام از دو تا پیشموله کتو کلفت استفاده کنم که پیشش هم 8x8 بخوره این بغل و مهره ها رو یه تیکه لوله گاز بهش بزنم که قشنگ لوله رو بگیره. بریم ببریمشون و وصلشون کنیم.
تو این قسمت اگه به جای پیچ و مهره از قرقره استفاده کنی برای گرفتن لوله خیلی بهتره، ولی حالا ما چجوری میخوایم با پیچ و مهره گیر بدیم لوله رو؟ یه دونه لوله برمیداریم و اینو میخوایم جوش بدیم به این. البته لوله رو از وسط نصف میکنیم، نصفش برای این و نصفش برای اون ور که لوله تو این قسمت گیر کنه. خب آقا، حالا اینجا اینجوری مهره و این لوله گاز نصفه رو به هم جوش میدیم. ای وای، این یکیش و این هم یکی دیگرش. خب آقا، حالا اینا میاد اینجا. خب حالا این جک میاد اینجا و لوله گاز و این دوتا میگیرن. یکم جک باید بیان این ورتر تنظیم بشه. وقتی اینا میگیرن، این باید بیاد بالا که لوله رو از این وسط خم کنه. حالا برای این باید یه لقمه داشته باشیم که لقمه های آمادهش تو بازار هست، میتونید بخرید، ولی ما آماده لقمه آماده گیرمون نیومد، پس تصمیم گرفتیم یه لقمه براش بسازیم. بریم لقمه رو ببینیم چجوری میسازیم. خب الان به چی نیاز داریم؟ به این لوله ای که خم 90 شده باشه، با اینا یکی باشه. بعد لوله رو از قسمت خم میذاریم اینجا، یه پایه براش درست میکنیم که بره توی این قسمت جک و از اینجا هم میبریمش که لوله که میخوایم خم کنیم توش قرار. الان این قطرش تقریبا 3 سانته، یک کمی بیشتر. این لوله 4 سنتیه و یه خورده گشاده توی این، چون اینی که میخواد بیاد اینجا باید یه همچین حالتی بشه، البته این خیلی بلنده. به خاطر همین یکم از اینم میبریم دوباره جوش میدیم به هم که قشنگ فیت این قرار بگیره و اینم اینجوری جوش میدیم روی. قیافش زشت شد ولی کار را بندازه. دو تا آهن هم این قسمت جوش دادم که موقع خم کردن خود این لوله خم نشه و الان ما باید این قسمت رو اینجوری هلال از هر دو طرف ببریم. الان موقعشه که ببینیم چی کار کردیم. بازش کنیم. همچین حالتی تقریبا در میاد که یه خورده تمیزکاری میخواد. الان تقریبا 95% کار انجام شده، 3 کار کوچولو مونده. یه دسته برای این آماده کنیم که بتونیم این پیچ پایینم باش باز و بسته کنیم، جای جک رو مشخص کنیم و سفتش کنیم، محکمش کنیم و 2 پیچ بزنیم این ور اون ور این تنه که یه جایی مثلا روی میز پیچش کنیم ثابت باشه. بریم 3 شوتی انجام بدیم. باشه که لوله خم کنیم، اونو تست کنیم و این لوله رو خم کنیم. خب آقا، اینم از
نتیجه کار یکم بیشتر از 90 شد. با یکم قلقش دستم بیاد که قشنگ 90 کنم یا زاویه‌ای که می‌خوام بزنم. شاید یه سری اصلاحی هم بعداً تو این انجام دادم. این فقط مونده که رنگ بشه. خب اینم شد نتیجه کار. برای من که اینجا خیلی کاربردی، امیدوارم برای شما هم اینجور کاربردی بوده باشه. فقط یه مشکلی که داره، خم 180 رو نمیشه باهاش زد به خاطر کوتاهی شافت جک، که میخوام دو تا پیچ دیگه این پایین بعدن جوش بدم که اون خم 180 هم بتونیم باش بزنیم و خیلی راحت دیگه بتونیم همه کار باش بکنیم و همه چی باش بسازیم. آقا خیلی چیزای دیگه مثل این میخوام بسازم برای گیری پاش گاراژ. پس اگه خوشتون اومده از این ویدیو حتما سابسکرایب کنین، این ویدیو رو هم لایک کنین تا بریم سراغش. دمتون گرم.